سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوبی؟ آقا اومدیم چند تا سیگنال بدیم، اون قبلی ها رو با هم چک کنیم ببینیم خورده یا نخورده، تو چه شرایطیه، آیا نگه داریم یا نگه نداریم. پس لطفا تا آخر این ویدیو خوب گوش کن و چارتو با هم چک کنیم. بچه BTCD، خب همون دامیننس بیت کوین، این روزا خیلی برامون مهم شده که من ظهر یه دونه ویدیو گذاشتم براتون از ریزش. اینجا ما ریزش رو شروع کردیم، گفتیم تا این کف میرسه که همچنان تو راهی که برسه این کف، و تو تمام این مدت آلت کوین ها رشد خوبی داشت و تونستیم اکثر تی پی ها رو بزنیم یا یه رشد خوبی از سیگنال های صبح که تو وی آی پی گذاشتیم بگیریم. بریم سراغ بیت کوین یه نگاهش بکنیم. اینجا منتظر ریزش بودیم، سقف کانالش یادته اومد ریخت، ولی از اینجا شروع کرد حرکتش رو به سمت بالا که ما خب هماهنگ شدیم با بچهای وی آی پی، گفتیم آقا میریم به سمت بالا، اوکی حالا حتما نباید این کف کانال تو ریزش منتظرش باشیم. حرکتش رو شروع کرده بود. چرا این اتفاق افتاد؟ یک، اخبار فاندای خوب و خرید نهنگ ها تا حدودی برای بیت کوین، و نکته بعدیش امروز دوشنبه بود و شروع مارکت اروپا و آمریکا، خب طبیعتاً یه حجم خوب پول بهش وارد شده بود. ولی از نظر من همچنان روند ریزشیه، ولی اگر از این 15 دقیقه بود دیلی که نه، 4 ساعته که نگاش کنیم بچه‌ها، یه ساعته نگاه کنیم همچنان روند بچه‌ها این شکلیه. ببین این ریزشه همچنان ادامه داره. حالا درسته اینجا یه سقف شکونده، دوباره جون نداشته ریخته، الان هم همونه. ببین دوباره شکسته، جون نداره، دوباره قرار بریزه. پس روند بیت کوین برای بچه‌ای که سوال میکنن چی شد، من میگم هنوز ریزشیه. تا کجا میاد بالا سعی؟ این سوالیه که بیشتریا کردیم. اینو بذار بزرگش کنم، این کانال رو در تو ذهنت داشته باش، میخواستم بگم در ذهنت داشته باش، خیلی کتابی شد. این مثلثه رو میبینی؟ ما قرار فعلا حالا حالا تو این مثلث باشیم، مگر اینکه این سقف رو بشکونه که بعید میدونم. خب این تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ ما اینو ادامه میدیم تا سطح 38888 که خیلی سطح مهمیه، یه مقاومت سنگین اینجا جلوی راهش داریم. اگر اینم بشکونه، این مقاومت رو داره و اینو بشکونه، یه پول بک روش بزنه، دیگه ما خیالمون راحته و میتونیم خیلی راحت سوار آلت کوین ها بشیم. و تا کجا بریم؟ 42 و بعد 44. پس این روند صعودی بیت کوین. اوکی، اگر یه اخبار فاندای خوب اینجا یکی بندازه تو بازار، این دفعه دیگه میره بالا. حالا اگر اومدیم سعید میگی تا این بالا میرسیم، میرسیم. اوکی، وقتی اینجا رسیدیم، تا اینجا بیرسیم بچه‌ها، آلت کوین ها هم باش میان بالا ها، چون از این ورم ببین دامیننس بیت کوین داره میریزه، این هم داره میره بالا. پس آلت کوین هاتون تی پی 1 و 2 و 3 احتمال زیاد، حالا 3 شاید نه، ولی 1 و 2 میخوره، اینایی که الان میخوایم در چند دقیقه آینده باش سیگنال رو تی کنیم. خب پس اینجا، حالا اینجا اگر نرف سقف و نشست چه اتفاقی میفته؟ ببین دقیقاً از همینجا میاد پایین تا کف، و این زردا رو پاک کنم، اینا پوزیشن های سلی بود که دیشب گرفتیم. خب اینا پاکش کنیم. پس این اتفاق قرار شد براش بیفته. حالا اینو نگاه کن، اینجا از این کف گرفتن، یه بار دیگه هم بوده. چقدر دقیقه. ببین اومده پول بکش رو چی تکمیل کرده؟ شکسته. پول بکش رو دقیقا رو این، میبینی؟ اینجا بخوای حساب کنی، روی این کف اومده پول بکش رو زده و حرکتش رو به بالا ادامه داده. من احتمال میدم این سیخکی هم نمیره بالا بچه، جیگر ما رو تا فردا در میره، اینجوری میره. خب یکم صبور باشیم، مخصوصا هی سوال میپرسیم کی میرسه اون بالا، قربونت این میرسه، عجله نکن. این از این ای او اس رو سیگنال کرده بودیم و ای او اس رو سیگنال کردیم، کف کانال بود اینجا بود. باز اینم که بلمون نمی کنه اینو ببندی باشه. ببین این کف کانال سیگنالش کردیم که بعد از شکست خط روندش بود، تی پی یکمون رو اومد زد و داره رنج میزنه، دوباره حرکت کرده میدلاین کانال و تی پی یکمون رو دوباره میزنه. پس ای او اس رو لطفا نفروشین تا این سقف کانال و قله قبلیش میرسه، اینا برای اثبات و بلند مدت. ببین 100 تا
قله قبلی 135% بد میده. EOS جاش خوبش، یه شکست خط، ما هر وقت شکست خط روند داریم صعود رو داریم، اصلا نگران نباش. اگر بیت ریخت دوباره این کف بیا کف کانال جمعش کن، باش پول اضافه کن، میانگین خرید کم کن، باش برو بالا. این EOS بند. خب بند فور بی ام بی تی پی یکمون رو زد تا نزدیک دو رفت، ریخت دوباره پایین، باید بهش پول اضافه میکردی، امیدوارم این کار انجام داده باشی. الان جای خوبیه حتی بخریش. تا کجا میرسه سعید؟ من یه تی پی دیگه میخوام بهش اضافه کنم. اینم بچه شما 364.5 رو بهش اضافه کن. اوکی؟ پس این تی پیشو برمیدارم. اینو خورده. چقدر سود داده و اینا هم دیگه بچه ها ویدیو سنگین میشه، زیاد میشه، نمیذارم. خودتون محاسبه کنین تو چارت. تی پی 1, 2, 3 منتظرش هستیم تا برسه و تی پی های ما رو بزنه. چقدر سود میده این هم هم ببینیم. تا اون بالا 6-7% 8% میده برد. بریم SKL. بچه ها SKL هم تی پی 1 ما رو زده و 2-3 رو هنوز 3 که خیلی بلند بوده، 2 رو نزده. الان آیا بخرم یا نه؟ نه. SKL الان میاد تا این پایین، این رو میاد بالا، اینجا با هم یه برخورد دارن و بعد حمایت میشه توسط مووینگ 200 توی تایم فریم 15 دقیقه و بعد دوباره باز به سمت بالا حرکت میکنه. توی یک ساعت هم نگاش کنی همچین شکلی داره. اوکی؟ پس این میاد اینجوری دور میزنه میره بالا. اینو هنوز اگر داری نفروش، این پایین میتونی بهش پول اضافه کنی و بالاتر دو پله بفروشی. البته یه بار این تی پی ما رو زده ها، این یک ساعت است، بذار 4 ساعتش کنم. آره در 12 ساعت پیش، نه بیشتر، 16 ساعت پیش تی پی مون رو زده. اینو پریروز سیگنال کرده بودیم. تی پی یکمون رو زده، چقدر سود داده. به 30% تونستیم ازش بگیریم، ولی بازم نفروشین دیگه. این میاد دوباره یه بار دیگه تی پی یکو میزنه. این پایین هم حتی میتونی ازش بخری. ببین مکتی داره کم میکنه، اینجوری میاد قرمز میشه، از اینجا میاد بالا، یعنی اینجوری میاد بالا. اوکی؟ خب بریم سراغ اتریوم که خیلیاتون میدونم دارین. ETH بچه ها صبح سیگنالش کردم تو وی آی پی، بذار دیلیشو بیارم. امروز خیلی رشد خوبی داشت و ما صبح اینجا بود فکر میکنم کف کانال بود گفتیمش، تا الان 13% داده و تی پی 3 و اگه بزنه 19% سودش میشه. و این قبلیاشو بذاریم من پاک کنم. خب اینم پاک کنیم، اینم پاک کنیم، اینم پاک کنیم، اینم خورده پاک کنیم. سعید ممکنه یه پول بک بزنه بیاد پایین چون خیلی شارپی رفته بالا؟ آره قربونت، نگاه کن تو یک ساعته اگر نگاش کنی یه همچین حالتی داره، میبینی؟ یه همچین حالت استراحتی داره. الان هم تو استراحت میره یه کوچولو کم میکنه دوباره میره بالا. تا 2769 میتونی تیپی اولشو بذاری و تیپی دومش 2976 براش در نظر گرفتیم که این دوتا تیپی رو میخوره. بریم شیب که یه شت کوین نازه، یه نگاهش بکنیم چه اتفاقی براش افتاد. بچه های اینو نگاهش کن، تو 15 دقیقه پیش چه پامپی شده، ولی کلا داره میره هدفمونو بزنه. خب شیب دارم، چرا خوب شدیم نگاهش کردیم. شیبو اونایی که خریدن، یکیشون هم خریده بود گفت سعید این که ریخ. گفتم داداش نگران چی، میاد بالا. الان فکر کنم خبر خوشحال کننده ای ببینه تو این ویدیو. خب بچه ها این چند درصد داده توی نیم ساعت پیش تا الان؟ 12% پامپ. خب از اونجایی که من به بچه های کانال وی آی پی تعهد دارم، اینجا الان گوشی رو باید برش دارم برم توی کانال تلگرام و بهشون بگم بچه ها من وسط ویدیوی پامپ دیدم از شیب، لطفا شیب رو همین الان بخرین همتون، نوشی جونتون. اونایی که بعدن این فیلم رو میبینین بدونین من از الان توی ویدیو حواسم به شما هست که اینجا خریدش کنین. رو عدد 885 کی ویدیو دستت برسه نمیدونم، ولی اینو الان واسط فرستادم. چند 93 نفرتون هم همین الان دیدین، باریکا همتون هم
آره بدش. خب سعید رو بذاریمش این بر XLM. سعید برگرده سر جاش. بچه XLM خوب نبود، یعنی راضی نیستم ازش. برش داریم این که اصلا تیپیمون خورد تو ضرر. بیاییم توی 4 ساعته نگاش کنیم. کی معرفیش کردیم؟ فکر کنم اینو پری روز دیلیشو نگاه کنم. خب آره اومد موینگ 200ش رو تاش کرد و داره میره بالا. الان خوبه، الان بگیری خوبه. اینجا ما فکر کنم یا اینجا بود خریدیم یا اینجا بود خریدیم، حالا نمیدونم. در هر صورت چقدر کم کرده بود؟ یه 10-12% رفت پایین دور بزنه بیاد بالا، ولی الان 2% تو سوده. باز خدا رو شکر میاد دوباره برمیگرده تو این کانال و تیپیاشو میزنه. من یه تیپی دیگه میخوام به این اضافه کنم، تارگت فروش بیارم زیر این سقف بذارم. اینم میتونه آره یه حمایت اینجا داشته، موینگ 200ش هم زیرشو گرفته و هولش داده سمت بالا. روند صعوده روند صعوده و ببین تیپی یکش نزدیکه، 1، 2، 3، 4 رو در نظر بگیریم باش همراه شیم بریم بالا. اینجا میشه 28% تو سود میری، ولی صبور باشی نگهش داری. بریم بعدی هم نگاه کنیم TLN. اینا هر کدومش بچه ها میتونین خیلی راحت براش در نظر بگیرین که میتونین الان واردش بشین یا نه، یعنی انتخاب با خودتون. سعی چی بخرم و فلان و اینا دیگه انتخاب با شما که چی بخرین. TLM جای خوبیه ولی نگیرش. تا این کفه تا اینجا میاد خب، ولی روند بیت کوین که ریخ یه مقدار ریخت و این رنج زد، ولی در هر صورت من اگر بخوام الان بهت سیگنالشو بدم خوبه، کف قیمتی خوبیه. اگر صبور باشی و بخوای نگهش داری الان یه کف قیمتی خوبه. ببین روند صعودی، کف قیمت و تا اون زیر موینگ 200ش مطمئنن میاد، یعنی 90% حداقل بهت میده. ببخشید گلوم گرفت انقدر. بریم TRX. ببینیم TRX چه خبره اینجا. ترون با این ریزش بیت کوین بچه‌ها، اینا همشون بنده خدا نابود شدن آلت کوین ها. کی بشه آلت کوین ها با بیت کوین راهشون جدا بشه من جشن میگیرم. یعنی هر چی من تحلیل میزنم، هر چی آمار و سیگنال میدم باقلوا، خب بیت میریزه فاتحه سیگنال رو میخونه، مغز منو میسابه. بریم حالا من آرزوم یه روز این بیت کوین راهشو جدا کنه از آلت کوین ها، ممنونش میشیم. یه خط حمایتی زیر ترون بچه ها بکشین، اینم دقیقا مثل همونه. ترون آهسته و پیوسته است، یعنی شما الان پایین بخرش دست بهش نزن یه سال دیگه آوادی، یعنی قشنگ ثروتمندت میکنه. ترون بچه ها پروژه فوق العاده قدرتمندیه که یه عالمه زیر مجموعه داره و همتون از TRC20ش هم دارین استفاده میکنین تو هر روز انتقالاتون USDT. 18% تیپی اول و 40% تیپی دوم. اینو بلندتر گذاشتم. چرا تیپی دوم اینجا گذاشتم؟ ببین این میاد پایین، اینم میاد بالا، اینجا ها به هم میرسن تقریبا. البته با این شیب اگه بخوای حساب کنی اینجا ها به هم میرسن. بریم ارز بعدی ریف معرفی کرده بودیم. ریف هم همونجوری که میبینیم با ریزش بیت کوین اومد، ولی اونم باز میشه این شکلی براش یه خط روند زیرش متصور شد. میبینیم که آره جوابه و داره یه حمایت این شکلی میشه از زیر و به سمت بالا تو رشته. چقدر سود میده بهمون سعید؟ اینا همه بچه هنوز نخورده تیپیاش، میبینی؟ خیلی هاشون هم که یکش خورده مثلا باز ریخته دوباره سوارش بشی بری بالا. این چند روز پیش معرفی کردیم، مثلا 3 روز پیش نه معرفیش کردیم بچه ها. این خورکف کانالش بود فکر میکنم، حالا ویدیوشو باید ببینید، 3 تا ویدیو پایین تره. اینجا اومده یکش خورده و دوباره داره میره بالا 2 بخوره و 3. چقدر سود داده بوده به همون از کف کانال؟ 21% داده. خوبه. آدا که
نگم برات، بذار من ایناشو پاک کنم. بی‌نظیر آداد، آداد چه موج سواری کردیم باش بچه‌ها تو این چند روز. آدا و بی ام بی و اتریوم یه بار اینجا، بذار من تو دیلی بیارم که بدونید چند بار خورد تی پی آر، یعنی روزی یه بار رو خورده. ببین زده ریخته، خب یه بار یک دو تی پی یک و دو رو زده ریخته، باز تی پی یک و دو رو زده، حالا اگه بریزه یا نریزه، ولی داریم میریم تو یه 1.76 رو ببینیم. اگر این خط رو بتونه پول بکش رو توی یک ساعته نگاش کنم، آره داره میره پول بک میزنه، باز میره بالا، پول بک میزنه میره بالا تا 1.76 میرسه. بچه ها الان اگر بخرین هم الان نخرین آدا رو، فکر میکنم پایین. ببین اگه داری اینجوری بذارت بگم، این تمام آلت کوین هایی که تا الان گفتم، البته نه بذار اون دو تا دیگه هم بگم اینو آخر میگم، ولی آدا رو الان هم یه پله بخری تا بالا چقدر به سود میده؟ تا 1.76 بذاری برای فروش به 5-6% 5.5% میتونی توش بگیری، ولی پایین تر اومد بیشتر سوارشو بگیر، اینجوری پر برو آدا خوبه. XRP خبر فاندا صبح داشت ترکوند، یه همچین اتفاقی براش افتاد. بیایم تو 4 ساعته، به محضی که اخبار فانداشو شنیدم دیشب بود، صبح که مطمئن شدم اینو چیز کردم، سیگنالش کردم و VIP گذاشتیمش، بچه هم خریدن، تا الانم 10% تو سود. تیپی اولش 20% و 25% و در انتها 33% تو 1 و 2 و 3 میتونیم بخوریم بچه ها. بالاتر هم میتونیم منتظرش باشیم، باز بستگی به اخبارش داره، یعنی 1 و 25 رو هم میتونه ببینه، ولی الان نمیذارم تیپیشو، باز این ستا بخوره. بعد کی واردش بشم؟ اینو الان واردش نشونی با تو قلست یه کوچولو میریزه تا این خط 94 سنت، نهایتا 95 سنت، اینجا سوارش رو باش برو بالا. بریم کوین آخر بند پروتکل که یکی از پروژه های قدرتمند بازار هست و آینده دار. بند رو خیلی بچه ها جدی بگیریم. تو 4 ساعت پیش یه پامپ خوشگل شد و الان هم روی سقف داره مقاومت نشون میده از خودش که از اینجا گرفته. اینو بتونه بشکونه، آره از این قله گرفتیم. اگه برگردیم قبل به کجا میرسیم؟ به این قله ها میرسه، از اینجا ها گرفته احتمالا. حالا وقت ویدیو رو نگیرم، اینو کجاها بذاریم؟ تیپی فروش من این جدیده بچه ها، یکی اولیشو اینجا میذارم یکم پایین تر 9.9 و تی پی دومشو 10.33، اینم که پاکش میکنیم. تا کجا ممکنه بلند مدت بره؟ اونم الان زیر موینگ 200ش میگیریمش، یکم پایین ترم بیاریم این کف قیمتی رو تا اینجا که مطمئن باشیم میزنه اینو. اوکی یک کفه قیمه، یک تیپی دیگه هم میتونیم براش بذاریم بچه از این شدو، ولی خب لازم نیست، دوتا کوتاه مدت یه دونه بلند مدت. چقدر سود میده الان با هم حساب میکنیم؟ تا شکست خط روند، تا این قسمت مقاومتش 4% که خب کمه، چون صبر کنیم. البته بچه ها مکتیش خیلی پره، میبینی مکتیه خیلی بالاست، این احساس میکنم بتونیم پایین تر بخریمش، بذار بزرگترش کنیم. آره میتونیم، این میاد پایین و اینجوری میره بالا. اوکی پس صبر کنین تا اول ببینیم. پس اینجوری ببین، اینو شکوند روش پول بک زد وارد شد تا این بالا برو، وگرنه اینو اینجوری میاد پایین، از اینجا دور میزنه میره بالا، مکتیش هم این شکلی میشه، قله‌هاش میشه مثل این، ببین اینجوری میشه میاد بالا. پس اینو یکم با صبور چی؟ با صبور بودن چیه؟ نخند تو هم اگه 40 دقیقه حرف بزنی همین شکلی یکم با صبر و حوصله بیشتر خریدش کن. خب روش وایسا، یه تیپی الان مثلا یه پله بخر، یه پله پایین اومد بخر،
همراهش رو برو بالا. اگر این اتفاق بیفته سودت هم بیشتر میشه، البته تا اینجاها بتونی شکارش کنی یه 30-40% 50% قشنگ داره، پس اینجا سبکتر بخر. دیگه چیکار کنیم؟ تموم شد، همه رو گفتم، یکی رو نگفتم. حس میکنم خیلی هم پرطرفدار بود. آها، ماتیک رو ما حساب نکردیم. ماتیک خیلی سوال شده بود امروز. ای گفتی کجاست؟ نداریمش، بذار. خب، ماتیک به USDT تایم فریم 4 ساعتش رو یه نگاه بکنیم. بچه ماتیک یکی از کوینایی بود که خیلی ازش خوردیم، خیلی باحاله. و ویدیو 20 دقیقه شد، الان باز میان میگین آقا سعید چرا 20 دقیقه حجم بالا شد. حالا میشه یه کار دیگه هم کرد، اینو بذارمش تو یوتیوب، بعد لینکشو بذارم توی VIP. نه این کار نمیکنم، اول میذارم VIP بعد میذارم یوتیوب، اینجا سرعت بالاتره. خب بریم یه نگاهش بکنیم. آقا این از این جایی که کانالشو شکوند، من اینجا خریدمش بچه ها، نگاه میبینی اثر انگشتای منه. اینجا اومدیم معرفیش کردیم، بعد از شکست کانال نزولیش اینجا ما خریدیمش. همه تون ده بار گفتم یادتون هست. ببین 258% توی 10 روز ازش گرفتیم. خب همه تیپی همونم زد تا این بالا، دوباره ریخت. میدونی کجا ریخت؟ وقتی اینجوری سرشونه که زد به ارتفاع این سرشونه، ما گفتیم میریزه تا اینجا. حالا اومد ریخت، یه سل خوشگل هم گرفتیم، باز تو شورتش هم سل و شورت هم ازش سود گرفتیم. دوباره اومد بالا اینجا، باز دوباره سیگنالش کرد. ببخشید این بو رو مغزمه. در واقع اینجا ما معرفیش کردیم، چقدر تا اون بالا سود داد. ببین تیپی اولمون رو زد 20%، اینو بچه های سیگنال اینو بلدن. 29% تیپی دومون رو زد، 41% تیپی سه رو زد، 4 هنوز نزده ولی بزنه 55% میشد. دوباره همین اتفاق میفته. ببین روند رو ببین، ریزش پامپ، اصلاح پامپ، ریزش یه پامپ کوچولو، اصلاح، دوباره میریم پامپ. این همین تکرار میشه، روند بازار همینه. اگر هم دقت کرده باشی ببین چند بار من اینو گفتم، ببین پامپ اصلاح، پامپ اصلاح، پامپ، پامپ سنگین، اصلاح پامپ. ببین چقدر رفتارش جالبه، اصلاح عمیق، همین جوریه دقیقا. الان هم همون اتفاق داره میفته. ببین البته این ریزش به خاطر بیت کوین بوده. ببین اصلاح، فشردگی قیمت، پامپ، اصلاح، پامپ، اصلاح. الان منتظرشیم که پامپ بشه. پس اگر ماتیکو دیروز پریروز خریدی، یعنی اینجا خریدی، دیروز پریروز سیگنالش کردی میگه، یا اینجا خریدی یا اینجا خریدی، در هر صورت چقدر تو سودی تا الان؟ الان بازار 5-6% تو سودی. ممکنه مثلا این بالا هم خریده باشی الان تقریبا هی به هی، یعنی اتفاق خاصی نیفتاده، ولی صبور باشی 1-2-3 رو راحت زده. چقدر به سود میرسه؟ بیم با هم حساب کنیم، تا 3 باش بری 23% بهت میده. اینم از این. تمام اینا رو که بهتون گفتم بچه ها، این بالایی ها رو مستلزم دو تا موضوعه. تمام اینایی که گفتیم دو تا موضوع صدق میکنه رو همش. اول BTCD که دامیننس بیتکوینه، که نزولی باشه مثل الان، یعنی بیاد این سطح بخوره، شما باید سیو سود کنی. ببین اینو خوب گوش کن، این آخرش خیلی مهمه. وقتی دامیننس میریزه تمام این آلت کوین ها میرن تو سود، اوکی؟ سر تا سر. وقتی که این بخوره به این سطح، این باید میشه مقاومتش، رو به بالا که حرکت کنه چه اتفاقی میفته؟ دوباره همون قیمت رنج شدنه مارکت آلت کوین ها رو خواهیم دید، و یا به بالا حرکت میکنه یه مقدار کاهش قیمت و این نقشه بازار میاد اینجوری همش قرمز میشه و داستان اینا. پس تو باید این دامیننسه رو
یه جا گوشه اینجا نگهش داری، گوشه لپتاپت یا سیستمت، همش نگاش کن. ببین این کف و سطح رو کی پایین بالا میزنه. اون موقعی که ریزشی شد تو آلکویناتو شروع کن بخرید و خورد به مقصد، به هدف. ببین الان سبزه. میدونی چرا سبزه؟ مثلا اتریوم 10% داده است. اون یکی دیگه 3%، 7%، دو اس او ال ترکونده چند درصد؟ 17%. خوبه. وت جای خوبی بود بچه ها. وت هم داسی یادمه، حالا احتمالا آخرش وت هم بگیم. فایل هم الان بهت میگم، فایل هم سیگنال کرده. این دو تا رو یادمون رفته بود. میارمش الان. یه نکته دیگه. پس دامیننس رو بهت گفتم. خب بیت کوین هم ببینیم. یعنی تمام اینا باز به بیت ربط داره. چرا؟ بیت الان داره میره بالا، آلت کوین ها سبز. اوکی؟ ولی تا کجا میره بالا؟ نهایتش میاد تا این سطح 38656. تهش چی؟ تهش سعی به کجا میرسه؟ اینجا میرسه. یعنی 38890. اصلا بگو 39. خب؟ ولی بعدش ریزشه. یعنی شما باید اینجا اینو گوش کن. تو پرانتز این دوبار گوش کن که باز نیه بگی چه سعید نگفتی. قربونت، این تا هر جا رفت شما اینجا آلت کوینتو باید سیو سود کنی. اوکی، من خودم تو وی آی پی اعلام میکنم، میگم بچه ها اونجا مثلا نصف اینجا خارج بشین، ریزش داریم. اینجا که نصف خارج شدی یا 40% 60% اونجا اعلام میکنم چقدر باید خارج شی، چون بستگی داره. یه سیو سود اینجا میکنیم هممون. خب اینجا وایستا اصلا یه روز دو روز طول بکشه اشکال نداره، تو خارج مارکت وایسا. اگر سقف و شکون پول بک زد، تو پول بک وارد میشی. یک، حفظ سرمایت. دو، سود. آقا دو روز سود نکن اشکال نداره، ولی حفظ سرمایت برای من مهمتره. اینجا خارج شو 40%، 50%، 60%، هر چقدر ریسک و طمع خودته، من اعلام میکنم تو وی آی پی. اینجا خارج شو پول بک، وارد شو واش برو بالا، نوشی جونت، دوباره میتونی خریدش کنی میری بالا. ولی اگر اینجا خارج شدی ریخت، این کف میتونی تمام این آلت کوین هایی که بهت گفتم و زیر قیمت دوباره بخری و دوباره باز یه نوسانگیری بکنی باش. به همین راحتی پول در میاد، به همین راحتی. یعنی شما کف و سقف رو بشناسی، خارج چی وارد چی، پول در آوردی. این تیکه آخر ویدیو خیلی مهم بود، لطفاً اگر متوجه نشدید دوباره نگاه کن، هم دامیننس، هم بیت کوین، هم صفحه مارکت. دو تا ارز گفتم که با هم چک کنی. اینم بیاد بچه‌ها، یکی وت جای حساسی بود، نگاش کردم وت USDT. وت بچه‌ها بی‌نظیر واسه آینده، یکی از وت لینک اینا آیندهش عالیه، حتما توی سبدتون داشته باشین. خب بچه‌ها وت تو 4 ساعتش رو نگاه کن، یه همچین چیزی میشه دید توش. ببین مثلا این چی بهت میگه؟ مکدی رو کوچیکش کنی، مکدی که داره کم میکنه، قرار سبز بشه. خب یه خط روند نزولی داریم و شکست خط روند. وقتی شکست خط روند اتفاق میفته چی میشه؟ پامپ میشه. اومده پول بکش روی همین سطح زده و داره حرکت میکنه به سمت بالا. بیاین وتو همین الان با هم سیگنالش کنیم. قبلا اومده تیپی ما رو زده یه بار قبل ریزش، ولی وتو خیلی وقت بود سیگنال نکرده بودم. بلند مدتش میشد این که همین الانم هم بخری تا اون بلند مدته 227% به سود میده. بچه ها وت یکی از کوین هاییه که مثل آدا، بی ام بی، دات، بند، اتم، اینا آینده هاشون عالیه. اینم تو اون مایال XRP، ترون، اینو حتما توی واچ لیستتون داشته باشین. سعید تو مرحله اولش تا کجا میاد؟ ببین من این شکلی میبینمش. ببین اوکی، یه همچین روندی براش میبینم اینجوری. پس میام چیکار میکنم؟ چند تا تیپی بهت میدم، اگر دوست داشتی به تو بگیر. تیپی اولش قله اول دیگه، فیبو هم بچه ها تازگی رو نمیدازم اینقدر پر رو شدم. این تیپی دوم، حالا شما خودتون هم میتونید تیپی بندازیم برن. این هم تیپی سوم. چقدر سعید سود میده؟ الان بهت میگم. 1.8%، 1.28%، و 1.50%.
تا تی پی 3. اینم پس لطفاً عددش رو اسکرین شات بگیر. 13، 15 و 18 ازش خارج شد. دیگه چی بگیم؟ یه چیزی هم گفتیم. بذار نگاهش کنم. یکی بت بود، یکی اس او ال هم که قبلا سیگنال کرده بودیم. حالا یه سری بهش بزنیم. ویدیو 30 دقیقه شد. شما ها منو تو وی آی پی فوشم ندین. شر میکنیم. خب SOL هی فکر کردم بگم چی کارم میخواییم بکنیم، نیومد. USDT اینقدر از حجم زیاد میترسم، اینقدر قر زدین سرم که از مادر پدرم تو بچگی اینقدر نترسیده بودم وقتی شرارت میکردم. خب آقا SOL چه ریزش سنگینی هم داشته بچه ها، و ما چقدر از SOL پول در آوردیم. اینجا رو ببین، یک مثلث زد شکوند، قبلش هم اینجا من خریدمش. ببینم چقدر سود کردم. آها آقا صبور باشی، اینجا رو نگاه کن. بچه‌ای که تازه اومدین تو مارکت میگین چرا سود نمیده، سعیدی که همش تو سوده، قربونت 1289% تو سود رفته نفروخته. میدونی چرا؟ چون میخواد اون خیلی بالاتر رو بفروشه. این 100 دلار رو میبینه الان چنده؟ الان 32 دلاره. خب 55 دلار و 54 دلار رو دیده. اگر اینجا میخریدین، حالا کار نداری، الان بازار سعید چقدر همینو تو این ضرری که شده چقدر بچه من تو سودم؟ 800% تو سودم. هولدش کردم، نگرش داشتم، حتی این بالا هم نفروختم. میتونستم 1400% بفروشم، نفروختم. میخوام بهت بگم اگر اینجا نفروشی، اون 1400-500% 8 ماه دیگه 9 ماه دیگه مال توه، مال توی که صبور بودی. اینم عدد صدمه که برای خودم گذاشتم این بالا بهش میرسه SOL، و فوق العاده کوین قویه، خیلی خوبه. SOL بی نظیره، یکی از اون مثل ماتیک، مثل تتا، مثل هات، اینا عالی هن. خب چقدر بچه ها سود بهمون میده تا تیپی اول؟ 13% بهت اینجا میده. به نظر من ارزش داره بگیری و هولدش هم بکنی که فوق العاده است. یه تیپی کوتاه مدت دیگه هم میخوام برات بذارم، یه تیپی هم اینجا لطفاً بفروش. 1 و 2 کی سعید به این میرسه؟ 5 روز، 7 روز، 3 روز. اوکی این عدد رو براش متصورم. ولی اگر بیت بریزه چی میشه؟ میاد تا اینجا برمیگرده، دوباره ازش بخر، پول بهش اضافه کن، برو باش بالا، مثل همه اونایی که بهت گفتم. پس ما الان بچه ها استاپو، آها استاپای اینا دو حالت معامله داریم. حالت اول نظم در معاملت داری، تی پی 1 لیمیت و تی پی 2 تمام. استاپ خورد اون معامله بسته است. استاپو کجا میذارم؟ مثلا اینجا که خریدم تا تی پی 1 و 2 مثلا حالا 3 میرم، خط قرمز زنگو میام استاپشو میذارم روی 1 ساعتش میکنم، میام میذارم زیر کف قبلی یا موینگ 200. یعنی اگه بخواد بیاد اینجا بشکنه اینو میزنه. ریسک به ریواردت هم خیلی جالب نمیشه، ولی خب تو این بازار ریزشی توقع بیشتر از اینم نمیتونی ازش داشته باشی. ببین اینجوری میشه، آر به آر 2.18 میشه، چنگی به دل نمیزنه، چون 3.5-4 به بالا جوابه، 7-8-6 اینطورا باشه که بی نظیره. ولی خب اگر دیدت بلند مدت باشه، آر به آرت ببین چند میشه، آر به آرت میشه 9.27، قشنگه، خوشگل و سود میده. خیلی خب اینم یادگار میذاریم مثلا همینجور باشه، برای ویدیوهای بعد ببینیم چه اتفاقی توش افتاده. ترجیحاً توی این مارکت بچه ها موج سواری کنیم و عددهای کوچیک کوچیک بذارین. 500 دلار، 700 دلار، 300 دلار، 1000 دلار سنگین نبند، یه 10 تا 20 تا 15 تا روی کوین نبند، کم ببند، پایین بهش پول اضافه کن. یعنی میخوای 1000 دلار بذاری تو سه قسمتش کن. ببین 300 دلار اینجا بخر، اومد پایین بیت کوین ریخت 300 دلار اینجا بخر، اومد پایین تر 300 دلار اینجا بخر، میگن خریدت میشه اینجا، رفت بالا میری تو سود به همین راحتی. این روش رو اجرا کن. پس حالت دومش یک شد تی پی استاپ و لیمیت که حتما نظم در معاملات داشته باشی، بیت کوین یهو ریخت شد 25 تا ضرر نکنی. اگرم که حالت دوم انتخاب میکنی که هم هولد هم ترید، اینجا میخری میانگین پایین کم میکنی، که ما الان توی کانال سیگنال داریم این کارو میکنیم.
یعنی شما اینجا میخری برای اینکه ضرر نکنی، پایین تر بهش پول اضافه میکنی و میریم بالا. خیلی حرف زدم، خیلی حرف زدم، شما من پرچم میکنین توی VIP. بریم اینو پستش کنیم براتون. دمتون گرم. یه سر به شیب بزنم بعد خدافزی کنم. شیب کو سعی رو بذاریم شیم بر اینجاست. ببینیم پامپ شد یا نه بچه، امیدوارم خریده باشیم. آره پول بکش هم زد، داره میره بالا. آره من خودم نخریدم چون داشتم از قبل شیب و بچه همه $1000 خریدم اون پایین ماینا، توی VIP هم اعلام کردیم خیلی با من خریدن 1000 تا. گذاشتیمش اون بالا مالا ها بفروشیمش. بالا مالا ها یعنی اینجا زرد، تیپی زردار هم واسهش گذاشتم. میبینیم این گذشتهش کلن، بذار دیلیش کنم. یکم توهمه ولی رو عدد اینجا چند درصد میدهشم الان بهت بگم، یکم شاید برای جالب باشه. این دوج آینده است دیگه، یه چیزی تو مایه دوج، قیمت الانش و تا اونجا نه نشد. یه لحظه کجا گرفتیمش؟ اینجا بود. آره یه 700-800 درصدی میشه توش خورد، 700-800 درصدی میشه توش خورد. خوبه داشته باشین. دوج شیب قابل تحمل تر از البته سیفمون هم میگن خوبه، ولی شیت کوین ها رو بچا کلا زیاد نگین. خیلی تعریفشون رو میکنن ولی من مایل نیستم. همونو میرم آدا میخرم، میرم اس او ال میخرم، میرم نمیدونم ترون میخرم، ریپل میخرم. این همه ارزی که پدر مادر دار. خوب خب رفیقا این ویدیو هم تموم شد. اینجا یک کوچولو ازت خواهش کنن، برو اون پایین هر چی توی این ویدیو دیدی و حس خوب گرفتی و برام بنویس نظرت، پیشنهادت، انتقادت. انقدر کامنت های خوشگل واسم نوشین، یعنی یکی بتون بره این ببینه 14-15 هزار تا پیام اومده. من فقط وقت کردم بیام اینجوری بخونم، لایک کنم، جواب بخوام بدم یه هفته طول میکشه. واقعا از همینجا از تک تکتون تشکر میکنم که دنبال میکنین، حمایت میکنین. خیلی خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که میتونم یک کوچولو یک تتر، دو تتر، 10 تتر به ولتت اضافه کنم. یعنی امیدوارم، آرزومه که این اتفاق بیفته واسه. و بیا اون سابسکرایبر رو بزن واسه دوستات بفرست که اونا هم بیان، اونایی که ارزش دیجیتال دارن و علاقه دارن ببینن ویدیوهای پایین رو حتما برو ببین. در مورد آینده بعضی از کوین ها صحبت کردم و واسم بنویس که از کدوم کوین ها برات ویدیو بسازم. من سعی میکنم اصلی ها رو بسازم ولی خب باز خبر به شما. یه نکته دیگه که خیلی پایین تو کامنت ها سوال میشه بچا، اینجا عنوان کنم که میگن آقا این VIP که میگی کجاست، چقدره؟ 30 تتر ماهانه. شماره تلگرام هم گذاشتم قربونه، به تلگرام پیام بده بگو آقا برای عضویت یه آدرس ولت TRC20 برات ارسال میشه، 30 تتر بهش بزن، شماره تلفن تلگرامت و اسم و فامیلت هم برام بنویس بفرست، من بچهای ادمین حالا گروهمون ببینن اینو برات اوکی میکنم و لینک دعوت برات میفرستن که انشالله اد بشی و جوین بشی. اونجا یه پله بالاتری، یکم خاص سره اونجا، خدا رو شکر بچه‌ها بیشتر پول در میارن، بیشتر وقت میذارم اونجا. خب طبیعتاً هزینه‌شو پرداخت کردین و وظیفه‌م اینه که اونجا در خدمتتون باشم. ولی خب اینجا هم ویدیوها رو میذاریم برای اونایی که تو VIP نیستن، بازم بی‌نصیب نمونه. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردی و متشکرم.